خوش آمدید در بخند. روزانه صدها هزار کارگر در جهان در محل کارشون دچار حادثه میشن. از جراحت‌های مختصر و جدی مثل قطع عضو گرفته تا مرگ. کشورهای در حال توسعه بیشترین تعداد کارگران آسیب دیده و کشته شده در محل کار رو دارن. حادثه کشته شدن 8 کارگر معدن زغالسنگ در طبس و انعکاسی که در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی در ایران داشت باعث شد که مسئله ایمنی محل کار مورد بحث قرار بگیره. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که در 7 ماهه اول امسال حوادث کار در ایران نسبت به همین مدت در سال گذشته 24% افزایش داشته. کمبود امکانات ایمنی و بهداشتی، نبود آموزش کافی برای کارگران، ساعات کار طولانی، عدم امنیت شغلی و بیکاری و همینطور نبود تشکل‌های مستقل کارگری بعضی از دلایلی هستند که برای بالا رفتن آمار حوادث کار در ایران مطرح شده. اما سوال اینجاست که چطور میشه جلوی اینجور حوادث رو گرفت و اونها رو به حداقل رسوند؟ به نظرتون چه عواملی باعث بالا رفتن آمار حوادث کار در ایران شده؟ شما چقدر به ایمنی محل کارتون اهمیت میدین و اصول ایمنی رو رعایت میکنین؟ نقش دولت، کارگر و کارفرما در کاهش این حوادث چیه؟ از همین حالا با ما تماس بگیرید و در گفتگوی امشب شرکت کنید با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور از طریق فیسبوک و در فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی مهشید. سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم در فیسبوک. بیاین با من چت کنید. همینطور میتونید نظر خودتون یا شماره تماستون برام در ایمیل بفرستین. همکارم من با شما تماس میگیرم و من نظر شما رو میخونم. همینطور میتونید از طریق اسکایپ با ما همراه باشین به صورت صوتی و تصویری و در توییتر ما رو دنبال کنید. امشب منتظر شما هستیم در بحث کارگری. من مهشید ندیری هستم و ایمنی محل کار موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط و با فیسبوک شروع میکنیم. مهشید، وقتی این اتفاق طبس افتاد، خب خیلی‌ها شروع کردن توی فیسبوک در مورد خبر اطلاع رسانی کردن، تعداد کشته‌ها لحظه به لحظه خبر رسانی میکردن و باز هم تغییر عکس‌ها و انتشار آلبوم‌های عکس و خبرها بود که در فضای مجازی مخصوصا فیسبوک داشت اتفاق می‌افتاد. و یه اتفاقی که افتاد توی فیسبوک این بود که یه آماری اعلام شده بود در سایت کار، سایت ایلنا، برای در مورد اتفاقاتی که در حین کار میفته و این آماری بود که در فیسبوک هم منتشر میشد و اون رشد 24% حوادث در حین کار بود که مقایسه بود بین 7 ماه اول امسال و 7 ماه سال گذشته که از سوی پزشکی قانونی منتشر شده بود. من یه تعدادی از این آماری که انتشار شده بود برای شما میخونم که اعلام کرده بود سقوط از ارتفاع مرگ‌آورترین حادثه بوده که برای کارگران در 7 ماه اول امسال اتفاق افتاده و امسال 1101 نفر کارگر مرده بودن که این رشد 24% داشته نسبت به سال قبل. و همینطور گفته بود که اتفاق‌ترین ماه امسال با 177 کشته در شهریور ماه بوده و کمترین اون با 109 مورد در فروردین ماه بوده که فکر می‌کنم به خاطر تعطیلات بوده، چون 13 روز اول سال تعطیله و بقیه‌اش این تو اون تعداد روزهای باقی مانده در فروردین 109 نفر کشته شده بودن. و همینطور اعلام کرده بود که تهران بیشترین مرگ رو داره و بعد از اون استان اصفهان هستش که با بیشترین مرگ همراه هست و آمارهای دیگه که و خراسان رضوی و بعد از اصفهان قرار داره و تعداد کشته شده های زن و مرد رو اعلام کرده که در خراسان رضوی انگار کشته شدگان زن هم توش بوده، یعنی کارگر زن هم در حین کار مرده بوده که آمار جالبی بود. من روی صفحه فیسبوکم منتشر میکنم. به اول برنامه باید بگم که ما در صفحه فیسبوکمون یک نظرسنجی گذاشتیم که دوست داریم تو شرکت کنیم و ما آخر برنامه اعلام آمار میکنیم.
ممنونم رویا. اما برای اینکه یک نگاه یک مقدار شاید جهانی تر به مسئله داشته باشیم، مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگران همراه ماست. آقای کوهستانی نژاد ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه. برامون یکم از آمارهای جهانی بگین که ظاهرا پایین هم نیست، و همینطور در مورد قوانینی که در زمینه اصول ایمنی کار وجود داره در قوانین بین المللی. با سلام و شب بخیر به شما و بینندگانتون در هر کجای دنیا که هستن. و قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم، تسلیت میگم به خانواده کشته شدگان معدن طبس و یادی از کسانی بکنید که هر روز در کشور خودمون بر اثر سوانح کاری معلول میشن و بسیاری از اینا خانه هستن. و بالطبع این یکی از مشکلاتیه که تو سرتاسر جهان ما میبینیم. زمانی که سازمان جهانی کار به وجود اومد، اولین اصلش یعنی نظامنامه مقرراتش بر اساس سلامت و ایمنی کار بود، چرا که تعریف علمی از پیشبینی و شناسایی یا تکامل و کنترل خطری که در محیط کار به وقوع میپیونده، یعنی این کلیتیه که یه جامعه سیاست، تکنولوژی و اقتصاد رو بررسی میکنند و میخوان ببینند که چجوری میشه که کارگری که در محیط کار میاد، باید این کسی که صبح از خواب پا میشه یا شب میره سر کار به این امید میره که برگرده به خونش. و اولین اساسی که در سازمان جهانی کار، یا کلن برمیگردیم به 200 سال گذشته که نهادهای کارگری به وجود اومدن، در اصل بر اساس این به وجود اومدن که ایمنی و سلامت کارگر درجه اول قبل از هر چیز دیگه. که ما میبینیم هر سال در خود سازمان جهانی کار یکی از بخش‌های مهم بحثاشون بر اساس سلامت و ایمنی کاره. یعنی ما مقابل نامه‌هایی که داریم، چه 187 باشه و چه 197 که سازمان جهانی کار اینو تصویب کرده، که اکثر کشورها به خاطر دو تا دلیل باید رعایت بکنن محیط کار، یکی اینکه قانونمندی کار یا استانداردهای کار باشه، و مهمتر از اون ایمنی و سلامت کارگر باشه، که متاسفانه در جامعه ما به خاطر ده ها دلیل و دو تا دلیل عمدهش که ما میبینیم، یکی قراردادهای موقت و یکی خصوصی سازیه، که همون جوری که خودتونم صحبت کردید که ما میبینیم 45% از این سوانح کاری برمیگرده به کارگران ساختمانی ما، کسانی که یک روز میان سر کار و هیچ گونه تعلیم نمیبینن که چجوری ایمنی رو رعایت بکنن. و متاسفانه ما شاهد این هستیم که هر روز بیشتر میشه. ولی اون چیزی که حتی ما تو خود قانون اساسی ایران هم میبینیم، قانون اصل 29 شون در رابطه با برخورداری از بیمه های بیکاری، که خودشون میگن عملا که چه تعدادی در سال وابستن به این بیمه هایی، که این بیمه هم بسیار محدوده و هیچگونه تداومش هم همیشه بستگی به خیلی از این مسائل جامعهمون داره. و متاسفانه جامعه کارگری ایران یکی از این مسائلی که میبینه و هر روز هم داره اعتراض میکنه. بله آقای کوهستانی نژاد، شما اشاره کردید به مقابل نامه هایی که سازمان بین المللی کار در نظر گرفته برای اینکه کشورهای مختلف بهش بپیوندن، و برای مواردی که در نظر گرفته شده برای اصول ایمنی کار، چقدرش در قانون کار ایران در حال حاضر وجود داره و رعایت میشه عملا؟ ببینید اینکه چقدرش رعایت میشه اصل مهمشه، چون ایران اولا این دوتا مقابل نامه رو امضا نکرده که در رابطه با ایمنی و سلامت کارگران در محیط کاره. دلیلش چی بوده آقای کوهستانی نژاد؟ دلیل اینکه امضا نکرده؟ ببینید وقتی ما در رابطه با قانون کار و مشکلات کارگری و کلاً در عرصه‌های بسیار عمده، وقتی در رابطه با ایران صحبت می‌کنیم، مثل همون ضرب المثل که میگن که ما دنبال چی می‌گردیم که نمی‌تونیم بهش بگیم، ایران هر جوری که خودش دوست داره تعبیر می‌کنه یا امضا می‌کنه. متأسفانه این امضا نکردنش برمیگرده به صدها دلیل که خودشون هم میدونن، چون نمیخوان عملی کنن چیزی که عملیشون نمیتونن بکنن، و برای خودشون راحت تر میدونن که امضاش نکنن.
و قانون کار ما هم، بله قانون کار ما هم در رابطه با سوانح هستش، ولی اینکه چقدر عملاً به اون میپردازن در محیط کار بسیار کم میبینیم. یعنی شما اگه نگاه بکنید سال گذشته 5 بهمن کارگری که 2 شیفت در ایران خودرو کار میکنه، خب بلتر بعد از 16 ساعت رانندگی خب خسته، هزار دلیل دیگه هم داره و میبینید که ساعات طولانی کار و منجر میشه به تصادف و 13 تا کارگر دیگه در محیط کار کشته میشن. یعنی شما نگاه میکنید آماری که در رابطه با سوانح کار در ایران اتفاق میفته در رابطه با جمعیت ما فاجعه باره و این که نمیخوان بهش بپردازن برمیگرده به سودیای بسیار کلان کارفرماها و به خصوص کارفرماهای اصلی در ایران امروز سپاه پاسدارانه و کسی هم نمیتونه از اینا هیچ گونه حرفی بگیره، یعنی هیچ گونه مؤاخذه‌ای نمیشن. یعنی شما اگه توجه بکنید در غرب قوانین بسیار زیادی هست، کارفرما حتی اگه ثابت بشه مقصر بوده جرم جنایی داره، ولی ما تو ایران اصلا هر موقع با یه مسئله برمیخوریم همیشه میندازن گردن یکی از رده های پایینشون که نشون بدن نه چیزی نبوده. شما وقتی نگاه میکنید به سال گذشته، چند ماه گذشته 17 کارگر تو فولاد یزد سوختن و بخش اینا هم خب کارگر خارجی بودن، کارگرانی که از کشورهای دیگه اومدن. شما نگاه بکنید بسیاری از اینا ثبت نمیشه، کارگران افغانی باشه، کارگران دیگه ما باشه، مال هند باشه، هر کس تو کشور ما کار میکنه، اگه اینا با سوانح روبرو میشن بلتب اینا رو پوشش نمیدن و نمیخواندن بدن چون سودجویی‌های بیکلانی که دارن ازش استفاده میکنن. بله بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگران. ممنون. آقای کوهستانی نژاد اشاره کردن به یه سری از این آمارهای کشته شدن کارگرها، یه سری از این کارگرها کشته میشن، خب تکلیف مشخصه، ولی یه سری از کارگرهایی هستن که دچار نقص عضو میشن و اونها وضعیتشون بدتره چون از بیمه برخوردار نیستن و هزینه های درمانشون بالاست. من یه آلبوم گذاشتم روی فیسبوک در مورد کارگری هستش به نام رضا کیکاج نژاد که در حین کار متاسفانه دچار آسیب شدید شده و 4 دست و پاش قطع شده و در شرایط خیلی بدی داره به سر میبره. این آلبوم روی صفحه فیسبوک ما هست. هستن کسای دیگه هم از این دست کارگرها که متاسفانه بیمه ندارن چون بیشترشون قراردادهای موقت دارن و نمیتونن جایی شکایت کنن یا کار خاصی انجام بدن. به هر حال محمد نوشته که بیشتر این مشکلات به خاطر بیکاری اونقدر به مردم فشار میاره که کارگران از سر ناچاری مجبور میشن با حقوق بسیار کم و در محیط های بسیار ناامن مشغول کار بشن که به جهت درآمد بسیار کمی که دارن هیچ کاری برای امنیت خودشون نمیکنن و البته قانون کار هم پیمانکاران رو به کارگر ترجیح میده و معمولا خون کارگر در این بین پایمال میشه. و محمد رضا نوشته سوجویی پیمانکاران، بی‌اعتنایی کارگران و عدم نظارت کارفرما در کنار هم عوامل ضعف ایمنی رو باعث میشن. این کاربر گفته نمیتونه همه مشکلات رو فقط متوجه دولت یا پیمانکاران کرد و خود کارگران نیز مسئول حوادث هستن به خاطر فکر نکردن به عواقب کاری که دارن میکنن. و ایمان هم گفته علت اصلی مرگ کارگران ایران نبود مدیران دلسوز برای کارگران و عجول بودن مدیران در کارها و ایمن نبودن کار علت اصلی مرگ و میر کارگران در ایران هست. ممنونم. رویا مصطفی و علی روی خط هستن، نظر شما رو میشنویم. مصطفی شما خودتون چقدر به ایمنی محل کارتون اهمیت میدین و چقدر اصول ایمنی رو رعایت میکنید و چطور میشه به نظرتون حوادث کار رو پایین آورد و به حد اقل رسون؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. همونطور که کارشناس محترم برنامه‌تون اشاره کردن، این اتفاقی هستش که در سراسر کشورهای جهان رخ میده و مختص به ایران نیست، ولی مسئله‌ای که جلب توجه میکنه اینه که چرا شما با توجه به اینکه این دیروز این موضوع رو بی بی سی فارسی بهش پرداخته، شما دوباره میدارید و بهش میپردازید.
آیا غیر از این که برگردیم به موضوع اما طبیعتا وقتی یک خبری اهمیت داره همه خبرگزاری ها و همه رسانه ها بهش میپردازن و اینکه یک رسانه بهش پرداخته دلیل بر این نمیشه که رسانه دیگه بهش نپردازه. وقتی خبر اهمیت داره همه روزنامه ها، مجلات، تلویزیون ها، رادیو ها بهش میپردازن. اما در مورد موضوع برنامه و سوالی که پرسیدم نمیخوای صحبت کنی؟ من میخوام بگم این اهمیت موضوع یا بزرگنماییه، چون ما چندین بار تا حالا من خودم شاهد بودم که شما موضوع تکراری بی بی سی رو بیان میکنید. خب مصطفی من توضیحمو دادم، شما نمیخوای در مورد برنامه نظر بدی، اجازه بده نظر علی رو از سوئد بشنویم. علی شما چی فکر میکنی؟ شما خودتون شما در سوئد زندگی میکنی، چقدر به ایمنی محل کارتون اهمیت میدین و چقدر اصول ایمنی رو رعایت میکنین و به نظرتون چطور میشه حوادث کار رو کاهش داد؟ الو با سلام و خسته نباشین خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من یه مثال کوتاه میزنم، من خودم کارگرم اینجا، باورتون نمیشه خیلی جالبه. من اون هفته سر کار خب اینجا بس میومد، یه لیست خوردم چون توی شروع کارم بود، یه لیست خوردم، همچین مهمم نبود از فیزیکی بدن من، یه مقدار کم درد داشتم. به سلام اون صاحب کاری که اونجا هستم، اون قسمتی که من کار میکنم، این مسئله رو دیده بود و که ما به سر لیف خوردم، ایشون انقدر اهمیت دادن با اینکه من موردی نداشتم، یک هفته صادقانه یک هفته به من استراحت دادن. بعد همون لحظه به کفشای من، چون اینجا به ایمن کارگر، نه تنها کارگر، اینجا کشوریه که به حیوانات اهمیت میدن، وای به حال انسانها. صادقانه بهتون بگم همون زمان همون لحظه یه جفت پوتین، با اینکه من نمیخواستم کار شروع کنم، یه هفته من استراحت دادن، ولی همین مسئله من اعلام کردن توی ایران. یه اتفاقی افتاد، اونه یه عموی من یه کارگر داربست افتاد حدود 12 سال پیش، از داربست افتاد، یه شرکتی هم بود. صادقانه خانواده ایشون رو من میشناختن، ایشون با اینکه از بین رفت اینا نه ساپورت نکردن، حتی علاوه خاک سپاری و نمیدونم خب خرج بره دیگه، این بند خدا رو هیچ گونه ساپورتی نکردن، اهمیتی نمیدن. فکر میکنی چرا علی؟ من فکر میکنم که مدیریت توی هیچ موردی، من یه ایرانی هستم افتخار میکنم، ولی مدیریت متاسفانه تو هیچ موردی مواردی توی کار ما مدیریت درستی نداریم. اون مدیر هر بخش باید اهمیت بده لباس کار کارگر خودش رو. حتی من یه کارگر اونجا مریض میشه پول نداشته باشه، با خدا عمل نمی، من اتفاق باسم بیفته پام بشکنه، اگه پول نداشته باشم پشت در بیمارستان میمونم. این واقعیتیه، فقط مدیریت درست نیستش. چرا من این کشوری هستم که الان یه خارجی هم هستم، این طور صادقانه داره یه دونه صاحبکار من یه لیز من خوردن، یه هفته من استراحت میده، به کفش کار من، کلاه ایمنی من اهمیت میده، چرا مثلا اینجوری؟ کارگری رو وقتی بهش پول ندن صادقانه چه کار بکنه؟ یه کارگری که نمیخونه باهاش، یعنی خرج و مخارج زندگیش نمیخونه. من شیطه ازاد من حقوق بگیرم نگاه میکنم با 25,000 اجاره رو، این چطوری خرج تحصیلات بچم رو بدم؟ کجای پوشه کار زندگیم رو بگیرم؟ ممنونم علی از تماست و مواردی که گفتی. من دو تا سوال داشتم از علی که متاسفانه قطع شد، و اینکه سعید اشاره کرد که به عجله در کار و به بی‌توجهی به مسائل ایمنی، و گفته این کاربر گفته مردم به نکات ایمنی میخندن و فکر میکنن که اون این کارها اگر ایمنی رو رعایت کنن این کارها خارجی بازی هستش، و سعید به پایین بودن کیفیت کالاهای ایمنی که در ایران تولید میشه هم اشاره کرده، و حمید گفته در کشوری که دولت کارفرمای بزرگ قانونگذار و مجری باشه و کارگران هیچ نقشی در تدوین قوانین و مقررات ناظر بر آن نداشته باشند و با ایجاد نهادهای بسیج و غیره مانع از هر گونه اعتراض کارگران شوند، متاسفانه این گونه حوادث تداوم خواهد داشت.
این کاربر نمیشه بر اساس مصوبات سازمان جهانی کار، کار در معادن از مصادیق کار سخت و زیان‌آور هستش و برای کاهش از این موضوع باید تعمیدات لازم برای این گروه از کارگران فراهم بشه. متاسفانه افزایش بیکاری از یک سو و تلاش و کارفرما برای کاهش قیمت تمام شده و عدم نظارت از سوی سازمان‌های بازرسی کار دست به دست هم میدن تا شاهد این گونه مرگ‌های دلخراش باشیم. این کاربر گفته که کاش بند این قانون، یعنی قانون کار رو به مردم توضیح بدیم تا بدونن که حق کارگر چیه و از حقوقشون دفاع کنن. ممنون رویا. اما پیش از برنامه با روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که چه عواملی در به وجود آمدن حوادث هینه‌کار مؤثرن. پاسخش رو ببینیم و بعدش. فکر میکنم در هر کشور عوامل گوناگونی وجود داره، اما در مورد ایران اون چیزی که در خبرها و گزارش رسانه‌های رسمی و همینطور سایت‌های کارگری مطرح شده دلایل متعددی وجود داره. یکیش کمبود بازرس هست یا اینکه بازرسان به محیط‌های کار سر نمی‌زنن به خوبی و ایرادها رو عنوان نمی‌کنن. بحث دیگه بحث کارفرمایان هست. یکی از رؤسای اداره کار و امور اجتماعی در اصفهان همین چند هفته پیش عنوان کرد که حدود 70 تا 75 درصد کارفرماها در بروز حوادث ضمن کار در استان اصفهان مقصر هستند. بنابراین میشه این رو تعمیم داد به نقاط خیلی بیشتری از ایران. البته خب هستن کارفرمایانی که وسایل مورد نیاز و همینطور آموزش رو هم فراهم میکنن برای کارگران، ولی اینطور بر اساس گزارش رسمی که هست 75 درصد فقط در استان اصفهان هست. و یکی دیگه هم آگاه نبودن کارگران هست، یعنی که کارگران آموزش لازم رو ندیدن. این رو ما در نظر بگیریم که 80 درصد کارگران ایران کارگران قراردادی هستند، یعنی از شمول قانون کار خارجند. بنابراین اصلا لزومی کارفرما نمیبینه که بخواد آموزشی به اونها بده، نمیخواد هزینه‌ای بکنه و دولت هم به اونها توجهی نداره. این رو هم کنار این بگذارید که کارگاه های زیر 10 نفر مشمول قانون کار نیستند. و دلیل بعدی نبود تشکل‌های فراگیر و قدرتمند کارگری در کشور است. بسیار خوب. روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا بود که درباره عوامل به وجود آمدن حوادث هینه کار صحبت کرد. درباره نقش تشکل‌های کارگری هم ازشون پرسیدم که بعداً با هم دیگه نظرش رو میشنویم، چون تشکل‌های کارگری، نبود تشکل‌های مستقل کارگری در ایران به عنوان یکی از دلایل بارا رفتن آمار حوادث کار ذکر شده. اما نظر حمید و محمد رو میشنویم. حمید از اهواز. حمید شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که در به وجود اومدن حوادث کار چه کسانی مقصر هستن و چقدر نقش دارن کارگر، کارفرما و همینطور دولت؟ ممنونم. بله، من مشاهده کردم حادثه ها و چه حادثه ها و خطرات رو من دیدم. کارگر با مشکل اقتصادی رو دور بوده، یعنی مشکل روانی داشته، ناراحتی داشته. کارگر رو مثلا تو اعتصاب فرستادن از اعتصاب میترسیده. من کارگر رو دیدم اصلا با سنگیزت آشنا نبوده، دادن سنگ زده لوله ها رو و خیلی اتفاقات اینجوری. با پرسنل باید هر روز تو دو دقیقه تکنیکی بذاری، مشورت ایمنی بذاری که کارفرما ها اصلا اجازه نمیدن که با کارگر چنین رفتاری بکنید. بعضی از اشخاص هم هستن کریتیکالمن هستن، یعنی بحرانزا هستن، یعنی تجربه کارگر ندارن، نمیدونن باید چه کار بکنن، چون یه کارگری از دست رفته. یه کارگر هم که از دست بره حداقل یک سال طول میکشه تا یه کارگر با تجربه به وجود بیاد. صدای حمید فکر میکنم قطع شد، اگه همکارانم مجددا باش تماس بگیرن بشنویم بقیه نظرش رو. محمد روی خط اسکایپ. محمد شما چی فکر میکنی؟ چطور میشه آمار حوادث کار رو پایین آورد؟ خیلی ممنونم. خواستم خدمتتون عرض کنم که اولین جمله که میتونم برای ایمنی محیط کار بگم، ایمنی خودش اصلا یه شعوره و شعار نیست. وقتی که کارگر خودش توجه کنه به ایمنی محیط کارش، هیچ وقت میتونه اتفاق خاصی براش نیفته.
ما الان تو محیط کاری داریم تو اصفهان کار میکنیم که زمانی که میخوان ورود بشن به کار باید کلاس‌های متعددی برای ایمنیشون برن و حتی جریمه‌شون میکنن هنگام محیط کار اگر به شرایط کاری توجهی نکنن یا حتی موارد ایمنی رعایت نکنن. حتی توی منطقه که فولادسازیه اگر کلاه ایمنی کفش ایمنی ندارن اصلا ایشون رو میذارن بیرون از محیط کار و شدیداً باهاش برخورد میکنن و اصلا شخصی که خودش داره کار میکنه باید به محیطش واقف باشه و بدونه که چه خطراتی منتظرش هست. محمد، در مواردی که ماشینالاتی که احیاناً کارگری داره باهاش کار میکنه اشکال دارن چطور؟ شما به نظر میاد که خود کارگر رو یکی از عوامل اصلی میدونی و فکر میکنی کارگر باید بیشترین تأثیر رو داره در این زمینه، ولی در مواردی که ماشینالات مشکل دارن یا وسایلی که کارگر داره باهاش کار میکنه، مثلا روی یه داربستیه که اون داربست درست بنا نشده، زمانی که در یک شرکت بزرگی مثل شرکت فولاد مبارکه میاند و بعضی از داربستا همین بعضی داربستا رو به پیمونکارهایی که اصلا وارد نیستن و مشرف نیستن به این کار میدن و متاسفانه حادثه هایی هم داشته و کارگرهایی هم از بین رفته و کسایی توجه نکردن، باعث میشه که حتی بعضی ماشین آلات بوده که اصلا روش کارشناسی نشده، حتی سرصدای بعضی زیاد، سرصدای مخرب الان در محیط کاری ما یه ساختمون اصلی رو بستن که محیط کاریش بسیار مناسب بوده و یه محیط کاملا بسیار بد و برای کارگر به وجود آوردن که کارگر مجبور اونجا کار کنه. خب محمد، چطور میشه جلوی حوادث، جلوی به وجود اومدن حوادث کار رو گرفت به نظرت؟ باید اول اینکه شرایط محیط کاری خوب باشه. الان همه جا مثل اونجایی نیست که ما کار میکنیم که کارگر رو آگاهش کنن، بهش یاد بدن که چه جوری باید زمان که وارد کار میشه. همه جای ایران اینجوری نیست و متاسفانه رسیدگی نمی‌کنن. اینجایی هم که من میگم محیط کاری باید کاملا یه جوری باشه که کارگر وقتی واردش میشه با شرایطش وقت بده و بدونه که ایمنی رو باید اینجا رعایت کنه و مشکلی برای خودش و حتی اطرافیانش به وجود نیاره. خب ممنون محمد. حمید دوباره برگشته روی خط. حمید، شما چی فکر میکنی چطوری میشه با این مواردی که داشتی ذکر میکردی، اتفاقاتی که میفته برای کارگرهای مختلف در زمینهای مختلف کاری، فکر میکنی چطوری میشه جلوی اونها رو گرفت و کمتر و کمترشون کرد؟ آره اصلا تکنیکی بذارن، مشورت ایمنی بذارن، ولی چون مسئولان ایمنی زیر نظر کارفرماها هستن چاره‌ای ندارن، این کوتا بیان. خب ظاهرا ارتباطمون با حمید دوباره قطع شد، فکر کنم اشکال فنی وجود داشته باشه. مشید، اردلان دوستی که زنگ زدن گفتن اصفهان یه سری از این کارا حتما باید ایمنی داشته باشه و اینکه گفته بود یه سری از کارا اجباری هستش. اردلان داشت با من چت می‌کرد، نوشته بود که توی یه شرکت کار می‌کنه، شرکت کشتیرانی، گفته اونجا هم مثل خیلی از شرکت‌های دیگه مجبوری یه سری گواهینامه‌های بین‌المللی ایمنی کارو داشته باشی، گفته اما توی جایی که کار می‌کنه اردلان گفته فساد اداری انقدر بالاست که گواهینامه‌ای که برای ما صادر می‌کنن به صورت سوری هستش و خیلی راحت می‌شه گواهینامه ها رو گرفت و همین باعث میشه که ایمنی بیاد پایین. و امید گفته در اینکه بعضی از اتفاقات به ناچار اتفاق میفته شکی نیست، اما مهم بعد از اون هستش که نه کارفرما نه بیمه و از کارگر بدبخت حمایت نمی کنن. و نسرین نوشته سهل‌انگاری کارفرما بیشتره و سهل‌انگاری کارفرما بیشترین سهل‌انگاری رو میکنن و بهترین حقوق رو میگیرن، ولی بعضی از کارگرها هم سهل‌انگاری میکنن و بهترین حقوق رو میخوان با کمترین کار. و این نظر نسرین بود که من براتون خوندم. و البته نظر بابک گفته کارگر هر بلایی سرش بیاد کارفرما تو گزارشش مینویسه بی‌توجهی به مسائل ایمنی و بدون اینکه مسائل ایمنی در نظر گرفته شده باشه، اینطوریه که کارگر بیچاره تمام هزینه درمانش رو باید متحمل بشه و از کار هم اخراج میشه و تو مسابقه کارش هم نوشته میشه به بی‌توجهی و اینکه تو کارهای بعدی هم نمیتونه کار بگیره به خاطر اینکه تو سابقه کارش اومده که این آدم بی‌توجهیه در محیط کار. ممنون. روی نظر کمال و علی رو میشنویم. کمال، شما بگو که چی فکر میکنی درباره اینکه چطور میشه جلوی حوادث کار رو گرفت و کمترش کرد.
الو با من هستی؟ بله بفهمید. بله من سلام میکنم به همه بینندگانتون. من یکی از علت هایی که به نظر من مخصوصا حق کارگرای افغانی خوردم در ایران اینی که منافع کارفرما تحت تاثیر منافع چی قرار می کارگر. حالا ما کارگر افغانی که در ایران هستن به دستموزی نسبت به بقیه کارگر رو کمتر می گیریم، ولی هر سوء استفاده ای که از ما میشه ما هیچ کاری و هیچ کسی هم نیست حتی ما رو بگیره. ما می خوام یک افشاگری بکنم که حتی به نظر بندی سوء استفاده های جنسی هم از کارگر افغانی میشه، همونجور که در خواهش میکنم که کسانی که تماس میگیرن درباره موضوع صحبت بکنید، بحث رو منحرف نکنید و به وقت بقیه احترام بذارین. علی نظر شما رو میشنویم، شما چی فکر میکنی درباره حوادث کار در ایران، چطور میشه اونها رو کمتر و کمتر کرد و البته نه فقط در ایران، در سراسر جهان، هر جایی که شما زندگی میکنید حتی. سلام مهشید جان، رویا جان سلام، درود میفرستم به هموطنهای عزیزم. من به عنوان یک کسی که بالاخره من رشته که خوندم مدیریت صنعتی بوده و حفاظت صنعتی که از درسهای ما بوده، دوستان عزیز صحبتهایی کردن که عده گفتن که باید نمیرم شعور این قضیه باشه فلان این حرفا، منتها من میخوام این قضیه رو بگم که همیشه این آموزش باید از بالا به سمت پایین باشه و کارفرماست که باید مجبور بکنه به کارگرشو که اون ایمنی رو رعایت بکنه. در ایران نه تنها این قضیه اتفاق نمیفته، من در کشور انگلستان کارخونه‌های مختلفی رو رفتم ویزیت کردم، یکی کارخونه جگوار لند روور بوده، یکی کارخونه BMW مینی بوده و اینا من اصلا قابل مقایسه نیست این ایمنی که اینجا دارن به کار میبرن با ایمنی که در ایران داره به کار میره. اینجا اولین شعار وارد کارخونه که میشی میگن first safety، یعنی اول اون به قول معروف محافظت از سلامتی شما مهمترین قضیه است. حتی طراحی که اون کارخونه رو میکنن بعد به گونه‌ای باشه که کمترین صدمه به کمترین خطر رو برای کارخونه. چرا در ایران اینجوری که شما الان داری مقایسه میکنی تو ایران اینطوری نیست؟ والا جوابش یک کلمه خیلی ساده است، شاید خود تون باشه، اما به حقیقت امنه که جون آدم ها در ایران خیلی ارزونه. اما اگر اینجا اتفاقی واسه جون کارگر بیفته، اول یقه اون کارفرما رو میگیرن که چرا این اون آموزش های لازم نداده یا چرا محیط کار اونجوری فراهم نکرده که خطر به حداقل برسه. اما در ایران اصلا اینجوری نیست، وقتی کارفرما به قول معروف مسئول نیست، یعنی ازش هیچ گونه بازخواستی نمی‌کنن، خب به طبع اونم برای جون مردم اهمیتی قائل نخواهد. خب علی یه سری از مواردی رو که بعضی از مخاطبا مطرح کرده بودن، خودت حتما شنیدی، به بعضیاش اشاره کرده، یکی مسئولیتی که خود کارگرا دارن، یکی دوتا از کاربران فیسبوک و کسانی که تماس گرفته بودن این رو مطرح کردن. حتی یکی از کاربران فیسبوک رویا نظرش رو خوند، گفته بود که تو ایران اینجوریه برای بعضی جاها و بعضی از آدما که اگه ایمنی رو رعایت بکنن، اصول ایمنی رو، بهشون میگن که اینطوری خونده بودی رویا که خارجی بازی. ظاهرا مثلا در مورد کلاه ایمنی نوشته بود که میذارن مسخره میکنن و میگن این خارجی بازیه. درباره این چی فکر میکنی؟ درباره نقشی که خود کسانی که کار میکنن در محیط های کاری، حالا الزاما ممکنه اون چیز، اون تعریفی که ما از کارگر شاید در ایران داشته باشیم هم نباشه، در محیط های کاری دیگه هم، حتی اداری هم، بعضی از اصول ایمنی رو شاید بعضی رعایت نکنن، درباره اون چی فکر میکنی؟ شما کاملا درسته، من نمیخوام بگم فقط در ایران این مسئله وجود داره، حتی در کشوری که من دارم زندگی میکنم انگلستان هم این مسئله، اینکه کارگرها به هم دیگه بگن تو تیتیش بازی در میاری یا از این حرفا، اون فرهنگ کارگری که خب باید خود کارگرها مثلا در شرایط ایران اینو بیشتر اهمیت بدن، چون در انگلستان به عنوان مثال اگر اتفاقی برای کارگر بیفته میتونه خیلی به قول معروف کامپنسیشن بگیره، یعنی خیلی هزینه های جبرانیش از اون کمپانی بگیره یا از دولت بگیره. اینا زیاد براشون، با اینکه کارفرما خیلی بهشون اجبار میکنه، اما ته دلشون زیادم ناراحت نمیشن. اما در ایران هیچ گونه
ساپورتی وجود نداره و خود کارگرها باید خیلی به فکر خودشون باشن، چون خودشونن و این سرمایه سلامتیشون، و این اگر از دست بدن در واقع تمام هستیشون از دست دادن. ممنونم متاسفانه. بله ممنونم از تماس. خواهش نمیشه که در این اتفاقا هم کارگر مقصره و هم کارفرما، چون کارگر باید سالم باشه و تا کار کنه پس اول ایمنی بعد کار، و این جمله رو در همه جایهایی که کارگر وجود داره هست، کارفرما هم باید کارگر رو بیمه کنه و امکانات ایمنی رو برای کارگرش فراهم کنه. و آرش هم نمیشه در شرکت های دولتی مخصوصا در شرکت های صنعتی کارگر توسط پیمانکار جذب این شرکت ها میشه و پیمانکار شرکت وسایل و تجهیزات ایمنی رو برای کارگران به دلیل مشکلات مالی تهیه نمی‌کنه و این جذب کارگران از طریق پیمانکار باعث بسیاری حوادث از جمله مرگ و میر بیشتر کارگران میشه. من یه آلبوم خیلی گفتن کارگران خودشون باید ایمنی رو رعایت کنن، تا حدودی هم درسته، بخاطر که خیلی از کارگرها فکر میکنن کارشون عادی شده، یعنی که تو اون کار مهارت لازم رو به دست آوردن، در نتیجه کار خاصی انجام نمیدن. یه آلبوم عکس منتشر کردم من توی فیسبوک که نشون میده، حالا چند تاش مال شاید ایران نباشه، اما نشون میده که کارگرها خودشون واقعا احساس میکنن خب حالا این کار رو انجام میدن سریع و دقت نمیکنن به ایمنی اولیه کار، و در نتیجه اتفاقات خیلی بد میفته و موجب مرگ و میر میشه و یا نقص عضو. همین مشکلات حوادث کار رو دسته‌بندی کرده و نوشته قانونی وجود نداره که یک کارگر قبل از شروع کار مسائل ایمنی و سلامت رو آموزش بده و پس از اخذ گواهینامه HSI اجازه استخدام برای اونو صادر کنم. من البته این گواهینامه رو نمیدونم دقیقاً چی هستش و هیچ ضابطه‌ای برای رعایت موازین ایمنی و سلامتی کارگران ساختمانی وجود نداره و قانونی جهت رعایت مسائل ایمنی نیست. فرهنگ رعایت ایمنی در کارگاه‌ها باید از طریق صدا و سیما رواج داده بشه، ولی هیچ کاری در این خصوص انجام نمیشه. رعایت موازین برای پیمانکاران صرفاً یک هزینه اضافی هستش، در صورتی که پیمانکار بین المللی به آن به چشم یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه میکنن. این کاربر هم باز تاکید کرده که متاسفانه در ایران جان آدم ها ارزشی نداره. ممنونم رویا. اما تشکل های مستقل کارگری در ایران یکی از عواملی بود که روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا گفت در به وجود آمدن حوادث هینه کار مؤثرن. ازش پرسیدیم که نقششون واقعا چی هست و چقدر مؤثرن، این رو با هم دیگه میبینیم و میشنویم. اگر اون چیزی رو که حتی مسئولین تشکل‌های کارگری که از روی دولت به رسمیت شناخته شدن، رسماً حتی در قانون کار هم از اونها نام برده شده، مثل کانون شورای اسلامی کار رو مورد توجه قرار بدیم، اون هم تاکید میکنن روی این موضوع. چرا؟ ولی چرا مهم هستش؟ اینه که وقتی تشکل‌ها در محیط کار وجود داشته باشن، میتونن هم کارگران رو آموزش بدن که چه کاری برای اونها درسته از لحاظ ایمنی کار، و همینطور با کارفرما صحبت بکنن که وسایل مورد نیاز فراهم بشه برای کارگر، به نوعی همون اصل سه جانبه گرایی رو رعایت بکنه. به نظر من وجودشون واقعا مهم هست و ما میبینیم در جاهایی که تشکل کارگری وجود نداره آمار حوادث بلتب بالاتر میره. نظر روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا بود درباره نقش تشکل‌های کارگری در پیشگیری از حوادث کار. نظر سم و شیر محمد رو میشنویم. سم از تهران، شما نظر چیه سم در مورد موضوع برنامه و ایمنی محل محیط کار در ایران؟ سلام خانم مهبود. سلام، بفرم. در مورد مسئله ایمنی کار صحبت می‌کنم، بسیار می‌پسندم بودن. من متاسفانه کیفیت صدات خوب نیست، سم درست نمی‌شنویم. اجازه بده نظر شیر محمد رو بشنویم از آلمان. صدای منو داریم مهشید خانم؟ بله بفرمایید. سلام عرض بخیر به شما و رویا خانم میگم. ممنونم. عرضم به خدمت شما، ما خودم یه کارفرما هستم و یه معلم هستم در کشور آلمان و شاگردهایی را که ما اینجا تربیت میدیم به اینا در درجه اول امنیت و سلامتی اینا رو به اینا فکر کلن به طور کل یاد میدیم و بعد از اینا میخواییم که سر شغلی که خودشون میخوان برن انتخاب کنن برن.
و برای شغلی که میخوان انتخاب بکنن اول یک دکتر را میبینن که این دکتر به آنها تاییدیه بده که در این کار میتواند در این کار اشتغال پیدا کند. و از تمام کارفرماهایی که مغازه‌دار هستن و شاگرد زیر دستشون دارن، اینا موظفن که در هفته یک جلسه دو ساعته داشته باشن که چیزای جزئیات ایمنی و سلامتی کار رو به این شاگردا یاد بدن. به خاطر همین هم هست که هر رشته کاری ایجاد تو آلمان 3 سال طول میکشه تا اشخاصی که مشتغل خواهند شد در آینده بدانن که چجوری در کار خود خدمت بکنند. و عرضم به خدمت شما در کشور آلمان یه ارگانیزاسیونهایی هستن که اینا مسئول این کارا هستن و بازرسی ها و نقشه ها و نامه های زیادی به مغازه دارا و همه شغل های که در آلمان وجود دارد میفرستن. ممنون شیر محمد، شما به مسئله آموزش اشاره کردین. اجازه بدید نظر سم رو در این باره بپرسیم. شما چی فکر میکنید؟ سم دوباره برگشته روی خط، درباره مسئله آموزش دادن، درباره ایمنی، اصول ایمنی کار. سلام خانم نظیری. سلام. اولا که در ایران بحثی به نام آموزش HSE وجود خارجی نداره. اگر هم باشه یک کلاسه یک ساعته است. یا سلام. متأول در مورد حساب مقایسه کردن ایران با دنیای غرب HSE تفاوت از زمین تا آسمونه. شما اونجا یک کشوره کاملا اهم، ولی کشور ایران کشور بحران زده است و در حال تحریم، نمیشه مقایسه کرد. به این مسئله مثل معدن زغال سنگ که نشون دادید در وست ویرجینیا اتفاق افتاد، در چین هم اتفاق افتاد. درسته، اتفاقا سم فکر کنم پارسال همین موقع بود که یه اتفاقی افتاد در شیلی و کارگران معدن مس بود در اون معدن گیر افتاده بودن تا روزها و بعد جمهور رفتن از کارگرا استقبال کردن، همین رو دیدم. بله، و تونستن همه کارگرا رو زنده بیرون بیارن. اون یه واقعه بود که خیلی توجهات جهانی رو به خودش جلب کرد. بله، چیلی هم قابل مقایسه با ایران نیست. اونجا پارسل جردن داره کار میکنه با دنیا تکنولوژی. ولی در اینجا حالا اگر بخوایم از مقایسه بگذریم، به نظر شما با همون شرایطی که وجود داره، شاید شما درست بگیم واقعا مقایسه کشورها با هم دیگه درست نیست، هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره، اما به نظرتون چطوری میشه در ایران جلوی حوادث کار رو گرفت و کمترش کرد؟ چه راههایی وجود داره؟ باید کار فرهنگی کرد، کار زیربنایی انجام داد. تا کار زیربنایی و فرهنگی انجام نشه مسلماً نمیشه جلوی حوادث رو گرفت. بله، بعد فکر میکنی متاسفانه در یک کشور باران زده به دریایی از سلایق سلیقه های مختلف، امروز های رفسنجانی، فردا های خاتمی، پس فردا های احمدی نژاد، هر کدومی از سلیقه های خودش رو میخوان اعمال بکنن. خب یعنی شما فکر میکنی مسائل سیاسی ایمنی محیط کار رو و کارگران رو تحت تاثیر قرار میده؟ ببینه شاشت نگونه در تشکل های کارگری همه دنیا، حتی آمریکا با هم قدرت بزرگش میترسه. حتی اتحادیه کارگری به اصطلاح لیبر یونیون تو امریکا نمیترسن. ایران هم همینه، انگلیس هم همینه، ژاپن هم همینه، چین هم همینه. پس بنابراین هر رهبر سیاسی که میاد میخواد کاری بکنه، اون سیستم کارگری بر اساس میل خودش حرکت بکنه، چون وقتی طوفان راه میفته همه چی رو خشکتر با خودش میبره. بسیار خوب، ممنونم از تماس شما. سم از تهران تماس گرفته بود. این حادثه معدن شیلی توی سال 2010 اتفاق افتاد که فقط اونجا محبوس شدن و خدا رو شکر همه زنده بودن، ولی ما همه اشاره کردن مشروع به آموزش و ما یه نظرسنجی گذاشتیم در صفحمون که سوال پرسیم مهمترین عوامل افزایش حوادث کار چیه و چند تا گزینه رو گذاشتیم. اولیش حداقل آموزش به کارگران بوده، نبود امکانات ایمنی و بهداشتی، بیکاری و نبود امنیت شغلی، نبود تشکل‌های مستقل، ساعات کار طولانی، نبود نظرات
نظارت کافی دولت و همه موارد. و خیلی جالب بود که هیچ کس الان هیچ رأی به حداقل آموزش به کارگران نداده، یعنی همه احساس کردن کارگران آموزش کامل رو دیدن و بیشترین رأی که آورده البته همه موارد بوده و بعد از اون نبود امکانات ایمنی و بهداشتی که بیشترین درصد آورده و باز هم انگار نقطه کارگران هنوز احساس میکنن که آموزش ندیده هستن یا مردم. حالا البته کسانی که توی فیسبوک در این نظرسنجی شرکت کردن، رضا گفته متاسفانه بازرسانی که برای بازدید از ایمن بودن کارخانه ها یا شرکت هایی که کارگرهای زیادی در آنجا مشغول هست به کار هستند، یا پول میگیرند یا نسبت به جان یک انسان بی تفاوت یا اینکه خودشون کارفرما هستند. البته این نظر رضا هستش و حتما بازرسانی هم هستن که پول نگیرن و دقیقاً دقت کنن به ایمنی محل کار. گفته رضا گفته متاسفانه در کشور ما هیچ کسی ارزش برای این قشر زحمتکش قائل نیست و فکر میکنه چون پول داره هر بلایی که دلش بخواد میتونه سر کارگر بیاره، بر سر این قشر زحمتکش بیاره. متاسفانه دولت هم با کارفرمایان همسوست. و امیر هم نوشته حوادث کار به خاطر بی‌توجهی کارفرما در تأمین محیط کار و تجهیزات مناسب و امنیت کارگر به وجود میاد و گاهی به خاطر شرایط نامطمئن و غیر ایمن محل کار. این شرایط ممکنه استفاده از تجهیزات ناکافی و غیر مجهز یا محیط پرخطر مثلا ارتفاع محل کار باشه، اما خطای انسانی هم یکی دیگه از نکاتیه که منجر به وقوع همچین اتفاقاتی میشه که غالبا در نتیجه عدم توجه به توصیه‌های ایمنی و احتیاط‌های لازم صورت میگیره. ممنونم رویا. نظر سارا و آقای عبدی رو میشنویم. سارا از تهران، شما چی فکر میکنی سارا درباره اینکه حوادث کار در ایران آمارش بالا رفته، چطور میشه جلوی این حوادث رو گرفت به نظره؟ حوادث کار در ایران آمارش با تلفن با من صحبت کن سارا لطفا. بذارید پس با آقای عبدی. بله بله بگو سارا. سلام عرض میکنم خدمت شما و رویا خانم. ممنونم. رویا باید سارا عذر میخوام باید صدای گیرنده تو کم بکنی. بله بله خاموش کردم تلویزیون. خانم ندیری، به نظر من عامل اینکه مثلا تو محیط کاری خیلی از اتفاقهای خطرناک میفته، من ایران عرض میکنم چون خارج از کشور نرفتم، ایران عرض میکنم یکی از عوامل این کار یعنی این کارهای غیرقانونی انجام دادنه. خیلی از کارخونه ها رو ما داریم با توجه به مثلا خیلی کار غیرقانونی انجام داده، یعنی نمیخوان بیمه بشن با فرند از طریق دولت مثلا پروانه کسب یا چیزی یا دریافت کنن که بیان اون محل و کار رو مثلا احساس بکنن برای کارخونه. خب مثلا میان قاچاقی کارهایی رو انجام میدن، مردم هم چون مجبور هستن بیان تو این کارخونه ها کار بکنن دیگه اونا رو ایمنی نمی کنن، بیمه نمی کنن، مجبورن که اینجنین ساده مثلا بیان تو کارخونه کار بکنن. من متاسفانه پسرموی من توی کارخونه کار میکرد، هیچ ایمنی نداشت، یعنی یک محیط کاری رو یک نمیدونم زمینی رو چهار دیواری کرده بودن. خب اومد اونجا کار بکنه، متاسفانه دیوار ریخت، پسرمون اونجا مرحوم شد. یعنی کارهایی انجام میدن که نمیخواد مثلا دولت بیاد، مثلا دولت به اونا میگه که شما کارهای قانونی انجام بدید، خب ما هم بیان مثلا به شماها کارهای ایمنی مثلا وارد بکنیم و اینا. بله. به خاطر همون به خاطر کارهای غیرقانونی که انجام میدهن تو محیط کاری، کار غیرقانونی من از لحاظ ساخت عرض میکنم، یه کار دیگه عرض نمیکنم از لحاظ ساختی. ممنونم سارا. این موردی که اشاره کردی درباره این که در کارگاه های کاری که حالا اصول ایمنی محیط کار رعایت نمیشه و بعضیا به دلیل اینکه مجبورن برن کار بکنن در اونجا میرن کار میکنن و بعضیا این رو یکی از دلایل اصلی حوادث کار در ایران میدونن و همینطور ارتباطش میدن به بیکاری، ما همین سوال رو با از روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا پرسیدیم که این دو چه ارتباطی با هم دیگه دارن. نظرش رو اجازه بده با هم بشنویم و بعد با آقای عبدی هم صحبت بکنیم. شاید از این نظر این موضوع درست باشه که وقتی که آمار بیکاری بالا هست، کارگر دوست داره که کسی که بیکاره میخواد به هر عنوان مشغول کار بشه و به همین خاطر براش مهم نیست که در محیط کارش چه میگذره.
یعنی وقتی که کارفرما میگه من تو رو اخراج میکنم اگه بخوای اعتراض بکنی، خب التب کارگر ترجیح میده سکوت بکنه چون وقت بیکار خواهد شد. نمونهش معدن باب نیزو در کرمان بود که آخرین انفجاری که رخ داد، مادر یکی از کشته شدگان گفتش که پسرش هشدار داده بود به عنوان کسی که بازرس محیط کار بوده از طرف خود کارگرا یا به هر حال از طرف خود واحد تولیدی، که معدن مشکل داره ولی کارفرما گفته بوده که اگر حرف بزنی اخراج میشی. خب این رو از این نظر میشه گفتش که در ارتباط میتونه با هم باشه. بله، اما همین مسئله رو که الان سارا مطرح کرده بود، رویا اول برنامه هم یکی از نظراتی بود که خوندی و چند تا نظر دیگه که ارتباط داده بودن، مسئله بیکاری و عدم امنیت شغلی رو به این مسئله. دقیقاً همینطوره و آمارهای زیادی هم در مورد این دو ارتباط این دو با هم دیگه هستش. من سرچ میکنم در فیسبوک میذارم، اما یه آماری که همین آمار اول برنامه اعلام کردم که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود، رقم مرگ و میر یعنی حوادث در حین کارو، گفته بود که از سال 1381 تا 87 این سیر سعودی داشته و بعد از اون اومده گفته بیشترین حادثه که در 10 سال گذشته اتفاق افتاده در سال 1390 بوده و رشد 16.9% داشته و گفته مطابق آمارایی که اعلام کرده هر سال تقریبا 9603 نفر میمیرن و گفته بین روزانه 3 نفر در این اتفاق میفته در ایران. آمارها متفاوت بوده، بعضی اعلام کردن 5 نفر، بعضی اعلام کردن 2.5 و بعضی هم اعلام کردن 3 نفر، اما آمارهای زیادی هستش از تعداد کشته شدگان در حین کار. و ایلنا یکی از سایت هایی هستش که تقریبا میشه گفت هر هفته یک خبر در این موضوع داره که چه بلایی سر کارگرا اومده و بیشترین اتفاقی هم که میفته گویا سقوط از ارتفاع بوده و مشکلاتی که گویا با آسانسور و تعمیر آسانسور رو برق گرفتگی. باز هم من اینو در فیسبوک میذارم آمارو. آرش گفته متاسفانه تو ایران تنها مسئله که به آن اهمیت داده نمیشه حق کارگر و کارگران هستش. کارگران رو قراردادی میکنن تا کوچکترین مسئله که براشون پیش میاد فوری اخراجشون کنن تا اون بمونه با کلی بدهی و خرج زن و بچه و آینده نامعلوم، که این هم باز برمیگرده به وضعیت بیکاری و اینکه کارگران اینقدر مشکل کار دارن، به هر کاری تن میدن حتی اگر ایمنی اون کار از نظرشون صفر باشه. قبل از برنامه داشتیم با همکارامون صحبت میکنیم، یه نفر مثال خوبی زد، گفت کارگران به این فکر میکنن، میگن بالاخره یا باید توی خونه از گشنگی بمیریم یا در محیط کار از کار بمیریم. به نظر من واقعا این اتفاق داره میفته. و نسرین هم گفته سهل‌انگاری کارفرما، گفته به خدا کارگرها بیشترین سهل‌انگاری رو انجام میدن، بهترین حقوق رو میخوان و با کمترین کار برای وقت خود و دیگران ارزش قائل نیستن. نسرین گفته این مشکل کارگران هستش، گفته البته خیلی عام هستن که آدمای خوبی هستن و کار میکنن. و فرزاد گفته 3 ساله در عسلویه کار کرده، میگه قانون کار اونجا رعایت نمیشه و اصلا معنایی نداره. فرزاد یه خورده از دیده‌های خودش نمیشه از اینکه کارگران چه اتفاقایی براشون میفته، اینکه از گفته در اینجا کارگران در ایران کارگران استثمار میشن، افتادن از بلندی، قطع شدن انگشت، سوختگی که منجر به بدبختیشون میشه، ولی با توجه به اینکه محروم هستن و درمانده حرفشون به جایی نمیرسه و مجبور میشن کار کنن، کارفرماهای دولتی هم به دنبال اجرای پروژه هستن و ابزار ایمنی براشون مهم نیست. کارفرما کارگر پیمانکار کارگر و پیمانکار نمیدونن که ابزار کار خوبه و چقدر ایمنی در کار بازده کارو بالا میبره. این هم نظر فرزاد بود. ممنونم رویام. برگردیم به آقای عبدی از انگلیس که روی خط همچنان منتظر. آقای عبدی نظر شما رو میشنویم، به نظرتون چطور میشه حوادث کار رو کاهش داد؟ ضمن سلام و خسته نباشید به بینندگان و شنوندگان عزیز. امنیت محیط کار خیلی مهمه و من جزو کسایی هستم که دوتا از بستگان خودم رو توی محیط کار گمرک از دست دادم متاسفانه، و واسه همینم هم زنگ زدم که یه سری نکاتی رو باید بگم چون خیلی مهمه. اول از همه مجلس ما، قانونگذارای کشور ما باید اینو تأکیدن به کارفرماها و اونایی که میخوان کارو شروع کنن تأکید کنن که یه سری آموزش ها قبل از شروع به کار ببینن. من تو کشور انگلیس زندگی میکنم و 35 سال قبل از این در هر صورت توی ایران زندگی کردم و تو محیط کاری بودم. متاسفانه این الزاماً
تأکید نشده به کارفرما و کسانی که میخوان کارو شروع کنن. آقای عبدی، البته ظاهرا در قانون وجود داره، اما اینکه چقدر رعایت میشه و بعد چقدر دولت و وزارت مربوطه نظارت میکنه بر اجرای این قانون یه مسئله دیگه است، اما در قانون پیش بینی شده و مواردی هست که بهش اشاره شده حتما باید کارگرها آموزش بهشون داده بشه و همینطور درباره رعایت اصول ایمنی در محیط کار. متاسفانه همون نظارت خیلی مهمه و تأکید بکنن که نظارت رو خیلی جدی بگیرن. این جدی گرفتن و روابط نبودن در بین اینا، یه ضوابطی ما داریم، این روابط اگه این روابط رو وارد کار محیط کار نکنن خیلی مسائل حل میشه و طبق ضوابط قانون ما میریم جلو و میتونیم این کار رو از این اتفاقاتی که میفته جلوگیری کنیم. متاسفانه همون کسایی که باید نظارت کنن نمی کنن این کار رو و طبق گفته آقای روزبه از رادیو فردا که فرمودن کارفرما یه جورایی تهدید کرده بود کارگرو که اگه صحبت کنیم من شما رو از کار بیکار میکنم، اینم خیلی مهمه که کسانی بتونن اون کارگاه و کارفرما رو زیر سوال ببرن و هر چند وقت به چند وقت برن کنترل کنن، بازرسی کنن، محیط کار رو ببینن و نحوه کارگر کار کردن در محیط کار رو ببینن. چون شماها میدونید که توی کشور اروپا یا آمریکا کسانی که کارگرایی که تو محیط باز کار میکنن باید از کفشای امنیتی استفاده کنن، کلاه ایمنی استفاده کنن، جلیقه‌های ایمن. خب همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حتی در فقیرترین کشور دنیا هم اگه این نظارت و قانون باشه فکر نکنم که مشکلی به صورت پیش بیاد. ممنونم آقای عبدی. نظر بهمن رو هم سریع از تهران بشنویم. بهمن، شما چی فکر می‌کنی؟ آقای عبدی میگفت که قانون و نظارت بر اجرای کامل و درست قانون میتونه کمک بکنه به اینکه جلوی حوادث کار گرفته بشه. سلام، من اجرای درست قانون میشه رو کمک بکنه، اما یه مسئله هست توی همین مسئله ایمنی و سایر مسئله که حالا توی برنامه مطرح میشه. به نظر من این مسئله تو فضای خلایی مطرح میشه. این یه جوری مطرح میشه انگار تمام کشورهای دنیا صد رو دارن از ایمنی کار، یا مثلا یه موضوع مثلا آلودگی هوا یا نمیدونم تورم. همه کشورهای دنیا در یه وضعیت ایدئالی هستند. این مشکلات فقط در ایران هست، این مشکلات نسبی تو همه جای دنیا هست. بهمن اگه توجه کرده باشیم، ما اول برنامه به همین مسئله اشاره کردیم و تأکید هم در جای جای برنامه شد که اتفاقاتی که میفته همونجور که گفتی فقط مختص به ایران نیست، اینا مسائل جهانی، همه کشورهای دنیا کم و بیش باهاش در ارتباط هستن. من البته اگه بخوام راجع به ایمنی کار صحبت بکنم، از بهبود شرایط توی چند سال گذشته، مثلا 20 سال گذشته به این طرف، نمونه‌های بسیار روشنی میشه که توی کار ساختمان که من خودم تقریبا این سیار آتش دارم کار میکنم، وضعیتی که قدیم بود تا الان، وضعیت بیمه کارگران، بیمه مثلا مسئله ساختمان بودیم، قدیم بیمه نبود، کارگر از روی داربست میفتاد، هیچ نه پیمانکاری، یعنی نه صاحب کار. ممنونم بهمن، همینجور که میگی حتما همینجور نسبت به 20 سال پیش قطعا اوضاع و شرایط کاری بهتر شده در همه جای دنیا، نه فقط در ایران. مصطفی نوشته زندگی کارگری اونقدر در ایران سخت و پرمشقت هست که کسی وقت فکر کردن به ایمنی رو نداره. این کاربر نوشته اطلاع کارگر در مورد حقوق خودش اونقدر کمه که به راحتی با شنیدن اسم مامور بیمه خودش رو قایم میکنه که بابت بیمه از حقوقش کم نشه. به هر حال هر دو طرف مقصر هستن، هم کارگر به دلیل نداشتن اطلاع از قانون کار و هم کارفرما به دلیل نادیده گرفتن حقوق کارگر، و متاسفانه کارگر از هیچ مرجعی حمایت نمیشه و کارفرما هم از هیچ مرجعی مؤاخذه نمیشه. مهدی هم در یک شرکت سنگوری تو همدان کار میکنه، گفته دو سالی که نه لباس کار داره نه کفش ایمنی، گفته میترسیم که حتی اعتراض کنیم چون اگر اعتراض کنیم قراردادی هستیم و اخراج میشیم. و علیرضا هم گفته عدم طراحی صحیح کار، کمبود لوازم ایمنی و عدم توجه به شبه حادثه ها این حوادث رو باعث میشن. و من تشکر میکنم از امیر که برای ما یک عالم عکس فرستاده بود، شما برای ما میتونید عکس بفرستین. اما موضوع فردا، سکوت علامت رضایت هست، به نظر شما چی؟ شما در چه مواقعی سکوت میکنید؟ فردا منتظر شما هستیم، سکوت نکنید، با ما حرف بزنید. ممنونم رویا. من بهمن این توضیح بدم که صحبت های شما رو بیشتر نتونستیم بشنویم چون وقت برنامه تموم شده و همینطور
تشکر و عذرخواهی میکنم از حجت که با ما تماس گرفت نتونستیم باهاش صحبت بکنیم. در مورد موضوع برنامه فردا شب این توضیح رو بدم که قصد داریم حداقل ماهی یک بار موضوعاتی از این دست رو مطرح بکنیم و ببینیم شما دربارش چی فکر میکنه، درباره بعضی از باورهای عمومی و ضرب المثل های رایج در ایران. منتظر شما هستیم در برنامه فردا شب، جمعه شب. میدونید که برنامه روی خط ساعت 9:30 شب به وقت تهران شروع میشه. مراقب خودتون باشید و شبتون بخیر.